قانونی از عضویت در شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان استعفا کرد. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به چینل خبری ما. خامه پرس در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: قانونی از عضویت در شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان استعفا کرد. محمد یونس قانونی، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس مجلس نمایندگان، با نشر اعلامیه از عضویتش در شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان استعفا داده است. در این اعلامیه که به تاریخ 22 سپتامبر نوشته شده آمده است که او به دلیل اختلافات جدی بین اعضای این شورا از عضویتش کنار آمده است. در اعلامیه به نقل قانونی گفته شده است: اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تأمین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقوی و بین المللی در این اواخر داشتم و نتوانستم در حل آن به تفاهم برسیم، لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم. شماری از رهبران پیشین جهادی و مقامهای حکومت پیشین افغانستان به تاریخ 23 اسد در یک نشست آنلاین از ایجاد شورای مقامت ملی برای نجات افغانستان خبر دادند. اعضای این شورا چهره های آشنای ضد طالبان مانند عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب اتحاد اسلامی، عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، الماس زاهد، نماینده پیشین مجلس، میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین مجلس، علم عزتیار، رئیس پیشین مجلس سنا، اسرت علی، از فرماندهان پیشین جهادی از ننگرهار، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی، معاونان پیشین ریاست جمهوری احمد ولی و احمد ضیا مسعود، برادران احمد شاه مسعود، اقبال صافیق، نماینده پیشین مجلس، عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رهبر شاخه انشهابی جمعیت اسلامی و شمار دیگر شرکت داشته اند. صلاح الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی و محمد اسماعیل خان هستند. این شورا با برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپای نظام و دولت مبتنی بر اراده جمعی از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تاکید داشتند. در منشور این شورا بر تحکیم نظام جمهوری اسلامی پارلمانی نامتمرکز که در آن جمهوریت و مردم سالاری اسلامی در حیات نظام پارلمانی بیشتر میتواند تابلو یابد تاکید شده است. در بخش سیاست خارجی در این منشور با سیاست اقتصاد محور در روابط خارجی بر پایه اولویت های افغانستان به عنوان یک کشور مهاد به خشک و دارایی منابع و افراد طبیعی تاکید شده است. همچنین با پیروی از اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز و پیروی از سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال با جغرافیای از همکاری و اتصال منطقه‌ای در این منشور تاکید شده است. تأمین حقوق بنیادین شهروندان بر بنیاد
آموزهای اسلامی و ارزشهای حقوق بشری و فراهم شدن زمینه زندگی فارغ از تبعیض‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی از نکات دیگر در این منشور است. در بخشی از منشور از مشارکت فعالان زنان در همه عرصه‌ها مانند معارف، تحصیلات عالی، کار، فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعلام حمایت شده است. همچنین گفته شده بود که این شورا به جایگاه شایسته نسل جوان و کادرهای تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزین شورای مقاومت و بسا پیروزی در دولت آینده متحد است. در یک ماده دیگر این سند از جبهات مقاومت ضد طالبان در افغانستان ابراز حمایت شده بود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خداوند یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.